زمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو، تو مادر منی، درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاس دارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من میذارم که با شما و همراه مهمانان عزیزی که دعوت میکنم برای این برنامه مطالب روز و تحلیل های روز رو به خدمتون بیاریم. از جناب مهندس فرزا در اتاق فرمان سپاس گذارم که منو کمک میکنن، یاری میرسونن که این برنامه رو به خوبی انجام بدن. مطالب زیادی رو امروز داریم که خدمتون ارائه بدیم. بدون صرف وقت بیشتر اینجا میخوام برم به سالن و به مهمانان عزیزمون سلام و درود بگم. درود دارم به جناب مهندس زعیم، خوش آمدید جناب مهندس زعیم. سپاسگزارم از شما که منو دعوت کردید، خوشحالم که بار دیگه با شما هم صحبت میشم. من از شما سپاسگزارم بسیار. خانم دکتر حسینی درود بر شما، خوش آمدید و خوشحالم که بار دیگه در این برنامه شرکت کردید. منم سلام دارم حضور شما و به خصوص آقای زعیم، مهمان گرامی شما و همینطور بینندگان برنامه. ممنونم از دعوتتون. خیلی ممنونم. همطور که عرض کردم مطالب بسیار زیادی رو میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. چند مطلب هست دوستان که کمتر این روزا بهش رسیدگی، یعنی رسیده میشه، از جمله مطالب مربوط به خارج از ایران که البته بدون اینکه بخوام بگیم که مربوط به ایران هست، حتما مربوط به ایران هست، ولی کمتر در رسانه‌های ایرانی ازش گفته میشه. یکی ورود آقای لاوروف دیروز به از مسکو آمدن به ایران و امروز هم رفتن و این آمدن و رفتن و صحبت‌هایی که شده بسیار بحث برانگیز بوده و گمانه‌های بسیاری زده شده. من می‌خواستم اول راجع به این موضوع اگر شما دوستان مطالب بفرمایید و پس از اون میخوام راجع به ورود آقای محمد بن سلمان که چند روز پیش به ترکیه رفتن و آقای لاپید نخست وزیر خارجه اسرائیل که به زودی نخست وزیری رو خواهند گرفت به خاطر اینکه آقای نفتالی بنت استعفا دادن و ایشون هم به ترکیه رفتن راجع بهش صحبت کنیم. ولی قبل از اینکه گسترش بدم این صحبت رو میخواستیم راجع به آقای ورود آقای لاپید، ببخشید آقای لاوروف صحبت بکنیم. از شما شروع میکنم جناب مهندس زعیم، نظر شما راجع به این آمدن و این گفتار چی میتونه باشه؟ ببینید آقای لاوروف احتمالاً آمده اینجا که ترتیب کمک های همین که نفت ایران، نفت خودش از طریق ایران، از طریق سیستم قاچاق ایران به دنیا بفروشه که چون تحریم توسط آمریکا و اروپا، دوم این که اونجور که من شنیدم و عکساش هم دیدم از ایران صدها کامیون ارزاق مردم روسیه که الان ارزاقشون بسته شده از ایران به اونجا میره. من فکر کردم که شاید این گرانی که در ایران به صورت قیمت بالا رفته برای اینه که برای کمبوده و کمبودم یک علتش اینه که بسیاری از تولیدات کشاورزی و خوراکی ایران رو برای مردم روسیه با کامیون میبرن روسیه. لاوروف احتمالا آمده اینجا که ترتیب استفاده از شبکه قاچاق نفت و گاز ایران به نفع روسیه استفاده بود. بله، مطالب مهمی رو مطرح کردید.
خانم حسینی، نظر شما چی هست راجع به این موضوع؟ بله، من فکر میکنم که یک سری تغییراتی داره در منطقه به وجود میاد که همش در ارتباط با همدیگه هست. همونطوری که شما فرمودین، آقای لاوروف اومده به تهران، از طرف دیگه نخست وزیر اسرائیل، گرچه خب بعد از انتخابات تغییراتی به وجود اومده، ولی هنوز ایشون مسئول مسائل سیاسی با ایران هست، هنوز اون تغییر وجود نیومده. خب میبینیم که آقای بن سلمان به ترکیه رفته و همینطور برنامه‌ای در پیش است که آقای بایدن به منطقه بیاد. من فکر میکنم در درجه اول مسائل سیاسی هست که اینجا نمیدونیم چه برنامه‌ای دارن. ممکن هست یک اجماع سیاسی علیه جمهوری اسلامی در منطقه درست بکنن و این شاید مهمترین مسئله که مورد بحثشون هست، چون لاوروف به از رئیسی تشکر کرد بابت اینکه خیلی خوب فهمیده دلیل حمله روسیه به اوکراین رو، و همینطور امیر عبداللهیان از پوتین به عنوان عالی جناب اسم برد. به هر حال هم رابطه سیاسی و هم رابطه اقتصادی مد نظر لاوروف بوده در تهران. به طور قطعی این نکته که آقای زعیم فرمودن کاملا درست است، ولی من اینجوری میبینم که قضیه بیشتر از این چیز هاست و در روزهای آینده فکر میکنم که برامون روشنتر بشه. نکته مهمی هم که در رابطه با این مسئله میشه بهش نگاه کرد، به اصطلاح این تهدید و یا برنامه ریزی که از طرف طائب برای اسرائیلی ها در ترکیه شده، این هم میتونه یکی از مسائلی باشه که برای ایران خیلی گرون تمام شده و در این مذاکرات نمیتونه بدون بحث ازشون رد بشه. بله، درست میفرمایید. گمانه‌زنی ها یکی هم راجب مطلبی که اشاره کردین راجب آقای طائب بوده و البته اخبار راجب طائب و روس ها خیلی زودتر از ما متوجه بودن و با اونها هم مشورت، چون پستی که آقای طائب داشتن در سمت هایی که در ایران داشتن بسیار مهم بوده، بنابراین احتمال قوی داده میشه که جمهوری اسلامی بدون مشورت با روسیه، چون من بارها گفتم جمهوری اسلامی مستعمره روسیه هست. این یکی. نکته دیگه که من گمانه زنی که میشه اینی که امضای قرارداد کاسپین، دریای خزر، که تا حالا نه مجلس آقای روحانی تایید کرده بوده و نه زمان آقای احمدی نژاد، بنابراین فکر میکنم، یعنی اینطوری گمانه زده میشه که ممکنه که بخوان فشار به جمهوری اسلامی بیارن برای امضای قرارداد، برای اینکه اگر این قرارداد امضا نشه ممکنه، یعنی اگر روسیه احساس بکنه که عمر جمهوری اسلامی به پایان رسیده، مطمئن خواهد بود که قراردادی امضا نخواهد شد. از طرف دیگه احتمالاً کارهایی که ممکنه که روسیه بخواد انجام بده در مورد اوکراین، چون قبل از اینم که روسیه حمله بکنه به اوکراین، یک نشستی رو اگر به خاطر داشته باشین، آقای رئیسی رفته بود به مسکو و در اونجا چند روز بعدش که بود حمله کردن. البته جمهوری اسلامی هم جز صحبتهایی که میکنه، مثل خود روسیه هیچ وقت صحبت از حمله نمیکنه، یک پروژه یه چیز مزخرفی رو به عنوان رفتن به اوکراین میگه، هیچ وقت واژه حمله رو مصرف نمیکنن. و صحبتهایی که شما و مهندس زعیم کردین امکان داره که جزء برنامه باشه. و نکته آخر در این مورد اینه که این رفتن‌های به ترکیه آقای محمد بن سلمان و آقای رپید به ترکیه و مسافرت محمد بن سلمان به مصر و اردن و همونطور که شما اشاره کردین خانم حسینی، آمدن آقای بایدن
به منطقه، به نظر میرسه که چون قسمت جاسوسی روسیه بسیار خوب کار میکنه، امکان اینکه یک حمله‌ای از طریق کشورهای منطقه خلیج فارس و عربستان و با سرپرستی اسرائیل و کمک و یاری آمریکا انجام بشه توی برنامه میتونه باشه. بنابراین اون شمه که روسیه برداشت کرده از این برنامه شاید یک ورنینگی باشه، یک هشداری به جمهوری اسلامی داده، و اینکه ما در روزهای آینده اگر ببینیم که جمهوری اسلامی اون شرطی که برای برداشتن اسم تروریست از سپاه قدس اگر صرف نظر بکنه، ما فکر میکنیم که شاید یکی از آمدنها، یکی از دلایل ورود آقای لاوروف به ایران به خاطر همین موضوع بوده. از این موضوع که اگر مطلبی هست راجع به این موضوع میتونیم راجبش صحبت بکنیم، ولی من میخواستم که دو تا مطلب اصلی دارم. یکی راجع به نامه یا بیانیه‌ای که آقای مهندس زعیم اخیراً دادن بیرون، یکی راجع به اون صحبت بکنیم، و یکی هم راجع به مسائل روز که مربوط میشه به اجماع عرشبت حضورتون که حزب‌های مختلف که یا گروه‌های مختلف که در حقیقت سفارایی کردن در مقابل همدیگه. برای در این مورد به خصوص می‌خواستم راجع به بیانیه جناب زعیم صحبت بکنم. جناب زعیم در این مطلب نوشتن که من سرخطشو میکنم و بعد از شما کمک میگیرم. مرحوم فرمودن که اسرائیل باید دست از تهدید حمله به ایران بردارد. این تیتر مطلبی است که جناب مهندس نوشتن. خانم حسینی، شما این مطلب و بیانیه مهندس زعیم خوندین احتمالاً اگر اشتباه نکنم؟ متاسفانه نه، نخوندم، ببخشید. ولی گوشیدم به صحبتاشون. بله، مهندس زعیم شما میتونین راجع به این نوشتتون، چون نوشته شما در حقیقت به نظر من شامل سه پاراگراف میشه. یکی راجع به این موضوع هست و بعد راجع به مطالب مشکلاتی که جمهوری اسلامی برای دنیا ایجاد کرده هست، و بعد در پایان موضوع به اصطلاح دوستی و عرشبت که بین گروه های مختلف و مقابله با جمهوری اسلامی است. در قسمت اول که راجع به اسرائیل هست، اگر ممکنه راجع به موضوع توضیحاتی بفرمایید. ببینید، ما در طی اولا که اون بیانیه پیش از اینمون که یک ماه پیش یعنی 12 فروردین ما منتشر کردیم، ما اعلام کردیم، یعنی هشدار دادیم به جمهوری اسلامی که در حال فروپاشیه، چون در حال فروپاشیه این کارا رو نباید بکنه و آروم بره کنار، که اون جزئیات شو دیگه وقت نمیگیرم بگیم، و که پایان شما رسیده به این دلیل به این دلیل. حالا پشتوانه این بیانیه جدیدی که دادیم در امتداد همونه که به جمهوری اسلامی گفتیم شما در حال فروپاشی هستید و نذارید که مردم بریزن تو خیابون، گفتیم میریزن تو خیابون و بیش از 200 شهر تظاهرات خواهد شد و زد و خورد خواهد شد، عده زیادی ممکنه کشته بشن، ولی اگر شما به مردم تیراندازی کنید، تیراندازی به شما خواهد شد. هر تیری که شما به مردم بی‌دفاع بزنید، دو تا تیر به سوی خودتون خواهد آمد. به همین دلیل شد، این الان در جریانه تظاهرات که خوشبختانه اون وحشیگری که همیشه میکردن نکردن، ولی خب باز صد تا صد تا میگیرن بازداشت. این هشدار ما، این بیانیه مربوط به اسرائیل اینه که ما گفتیم تو این بیانیه که با مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و موشک برانی به سوی اسرائیل و نمیدونم انتقام جوی اینا، میگیم اسرائیل اگر این کارها رو نکنه، اگه مثلا تهدید نکنه یا مثلا ترور نکنه کسی رو، اینها
چون دشمنی نمیتونن داشته باشن فروپاشیشون سریعتره. گفتیم شما بهانه موندن و سرکوب مردم رو ندید، چون اگر اینا دشمن داشته باشن به نام دشمن دشمن مردم رو سرکوب میکنن، میکشن، زندانی میکنن تا عمرشون بیشتر بشه. ما تو اون بیانیه گفتیم این در حال فروپاشیه، بذارید فروپاشی بشه. اون چیز دیگه ای که ما داریم میبینیم که در منطقه رخ میده یک همبستگی نظامی سیاسی راهبردی بین توسط اسرائیل، بین کشورهایی که حتی دشمن اسرائیل بودن صورت گرفته و داره انجام میشه. یعنی اسرائیل الان تحت اون پیمان ابراهیم بیشتر کشورهای عرب مسلمان جنوب خلیج فارس رو همبسته کرده، بعضی هاشون سفارت باز کرده، احتمالا تو عربستان هم به زودی سفارت باز کنه. سفارت که باز کردن اونها به رسمیت خواهند شناخت اسرائیل، یعنی درست چیزی که تا حالا کشورهای اسلامی خودداری کردن از زمان جنگ 6 روزه. بنابراین این همبستگی ما رو میترسونه. از طرف دیگه ترکیه که همیشه مترصده که به خاک ما تجاوز بکنه، یا مثلا چون میدونید به جنگ قره‌باغ یا آرتساخ ترکیه آمد شمال رود اراس در مرز ایران یه پایگاه نظامی زد، 8000 تا داعشی رو آورده اونجا، از اون روز تا حالا اونجا مستقر کرده. این برای چیه؟ من بارها دادم بلند شد که آقا شما کورید، نمیبینید که ترکیه اینجا آماده منتظر فرصته که وارد آذربایجان ما بشه. برای الان ما میبینیم که این همگرایی که توسط اسرائیل آغاز شد و خیلی موفقیت آمیز بود، چون کشورهای عربی جنوب ما که همه مسلمان هستن هم از ایران، از جمهوری اسلامی نفرت دارن و ازش میترسن. و خب جریان یمن و شلیک به عربستان و دیگه اینا رو همه میدونن. بنابراین من یک توطئه میبینم. آقای بایدن هم یکی از توطئه‌گران بسیار ماهر آمریکاست. ما از سال 58 ایشون رو به یاد میاریم. اون موقع ایشون توی سناتور بود و توی چیز هیئت کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بود و از اون کمیته مأمور شده بود که مشاور سیاست خارجی آقای جیمی کارتر باشه در مورد ایران، و ایشون بود که ترتیب رفتن شاه و آمدن خمینی رو داد، حتی همراه با کمک انگلستان. بنابراین این دیگه تاریخه، تاریخ فاش شده است. بنابراین آقای بایدن در تمام طول سیاستش از زمان جیمی کارتر همیشه مشاور سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران بوده در کابینه های دموکرات، و الان هم اونجاست. ایشون اگه نگاه بهش بکنید میفهمید که این آدم هیچ وقت از چهرهش نمیتونید بفهمید چی کار میکنه. بقیده من که زندگیشو پیگیری کردم یه توطئه‌گره، یعنی مهارتش در توطئه است. برای این وقتی اونو میبینم که میاد توی خاورمیانه و میاد با عواملی مثل ترکیه و اسرائیل و عربستان سعودی اینا صحبت میکنه، میدونیم که یک کاسه زیر نمیخواد کاسه است. بنابراین یک برنامه برای ایران دارن ترتیب میدن. از اون برم خود آقای بایدن در برابر شگفتی همه دنیا ناگهان افغانستان رو ترک کرد، ارتش اونجا رو خل سلاح کردن، سلاحاشون و هواپیماشون رو فرستادن کشورهای همسایه مثل تاجیکستان و پاکستان، و دیگه افغانستان ارتش نداشت. بعد طالبان وارد شد، آمریکا هم زرادخانه شد با پیشرفته ترین ابزار جنگی درش رو باز گذاشت برای طالبان. 85 میلیارد دلار زرادخانه آمریکا بود در اینجا، درش رو باز گذاشت برای طالبان. طالبان دسترسیش پیدا کرد. من همون موقع صدام بلند شد که برای چی؟ برای چی ناگهان رفت بدون اینکه هیچ کس
پیش بینی کرده باشه، برای چی زرادخانه رو درش رو باز گذاشت، برای چی ارتش پاکستان افغانستان رو خل سلاح کردن فرستادن خونه. خب این یه توطئه بود، حالا پشتش چیه حالا داریم میفهمیم. از اون سرم داره با کشورهای عربی همین توطئه رو انجام میده. من فکر میکنم برای ایران خواب دیدن و ما در طول امسال نه تنها جمهوری اسلامی فروپاشی خواهد کرد که بیانیه‌مون گفتیم که حتما فروپاشی خواهد کرد در این چند ماهه، برنامه های دیگه هم برای ما دارن که امیدوارم برای کوچک کردن ایران که دیدگاه از تحلیلگران مهم آمریکا بود نباشه. حالا راجع به این موضوع که فرمودین که در چند ماه آینده فروپاشی خواهد شد صحبت خواهیم کرد، که حالا این فروپاشی توسط مردم خواهد بود یا اینکه به خاطر حمله هایی که خواهد شد یا توامان خواهد بود. اینو میرم با خانم حسینی، از خانم حسینی سوال میکنیم راجع به همون نوشته ای که جناب مهندس زعیم فرستادن که اسرائیل باید دست از تهدید حمله به ایران بردارد و مطالبی که گفتن، چون منم راجع به این نوشته قسمت این هدلاین چیز دارم، یعنی مسئله دارم، ولی اونو نگه میدارم تا اینکه از شما بشنوم که چی شما چی میفرمایید. بله، متاسفانه دوستان به مسئله بین المللی خیلی بیشتر از اون چی که هست میپردازن تا مشکلات و مسائلی که در داخل هست. شما اگر به صحبت‌های آقای مهندس زعیم توجه کرده باشید، شاید 80% بر علیه آمریکا و اسرائیل بود، بر علیه ترکیه بود، بر علیه عربستان بود، ولی من تقریبا غیر از یک حالت التماس از جمهوری اسلامی که دست بردارید از خشونت، من چیز دیگه در صحبت‌های متأسفانه در صحبت‌های ایشون ندیدم. به نظرم اول باید ببینیم که کی گناهکار هست، کی مقصر هست، آیا اسرائیل هست، آیا آمریکا هست، آیا وقتی که شما صحبت میکنید آقای زعیم از کوچک شدن ایران و مسئله حمله ترکیه به آذربایجان خودمون رو مطرح میکنید، نقش روسیه و چین رو چرا صحبت نمیکنید؟ آیا چین و روسیه که این همه دخالت دارن در کشور ما از دیدگاه شما باید نادیده گرفته بشه؟ آقای بایدن بسیار امتیاز داده به همین جمهوری اسلامی تا به حال. کلن آمریکا نمیخواد حمله بکنه به ایران. مطمئن باشید ترکیه هم این قصد نداره. ترکیه الان بیشترین مشتری هایی که داره ایرانی ها هستن برای خرید خونه و زندگی در اونجا. ما ایرانی ها باید یک بار شده با خودمون تعیین تکلیف بکنیم کی دشمن اصلی ما مردم ایران هست. آیا جمهوری اسلامی است یا آمریکا؟ آیا جمهوری اسلامی است یا اسرائیل است؟ وقتی جمهوری اسلامی میگه که باید اسرائیل نابود بشه، چه حقی داره این حرفو میزنه؟ وقتی که این همه کارهای خطا در تمام کشورهای منطقه کرده، چه حقی داره که باید دخالت بکنه در امور مناطق دیگه، اوضاع عراق رو خراب بکنه، لبنان رو داغون بکنه و کشورهای دیگه؟ شما در این مورد چرا صحبتی نمی کنید؟ چرا به کشورهای دیگه به عنوان عامل اصلی نگاه می کنید و به نقش جمهوری اسلامی در کشور خودمون با نمیگم دوستانه، ولی خب با رعایت و ملاحظه صحبت می کنید؟ من درک می کنم شما در ایران زندگی می کنید، ولی آشنایی دارم با برنامه جبهه ملی. جبهه ملی هیچ موقع نتونست در خط مردم برنامه‌شو پیش ببره و بیشتر در کنار جمهوری اسلامی ایستاد تا نکنه این رژیم فرو بیفته به دلیل اینکه ترکیه خیالی میخواد بیاد آذربایجان رو بگیره. آذربایجان ما هیچ موقع از ایران جدا نخواهد شد. من کردم، کردستان هیچ موقع جدا نخواهد شد. اینا همش تبلیغات یک بخشی از کسانی هستند که افراطیان، تند رو هستند. کشور ما تجزیه نخواهد شد، کوچیک نخواهد شد، مگر اینکه روسیه یک تیکه‌شو ببره. بیشتر از این شما انتظار دارید؟ نکته دیگه که در صحبت‌های شما بود، همش گفتید که ما میترسیم از این اجماع سیاسی که در منطقه علیه ایران باشه. شما مطمئن باشید که هیچ کدوم از این کشورها نمیخوان به ایران حمله بکنن، ولی
اگر بخوان کاری هم بکنن، زدن اون مناطقیه که به اصطلاح مربوط به مسائل هسته‌ای و اتمیه. مردم ایران 80% زیر خط فقره. ما کشورمون میخواد بمب‌های اتمی و هسته‌ای داشته باشه، میخواد چیکار بکنه؟ چرا به مردم توجه نمیشه؟ چرا شما وقتی که صحبت میکنید راجع به دشمن مردم، جمهوری اسلامی رو روی میز نمیذارید و اونو محاکمه نمیکنید؟ کشورهای دیگه هم دنبال منافع ملی خودشون هستن، ولی جمهوری اسلامی منافع ملی مردم ما و کشور ما رو در نظر نمیگیره. ببخشید که اگر من اینجوری صحبت کردم، ولی واقعا صحبت های شما یه مقدار خب ناراحت کننده است. میدونید من از شما انتظار داشتم که یک موضع مخالف با جمهوری اسلامی رو داشته باشی. بله ببخشید اجازه، من از شما انتظار داشتم دست کم یک سطر از نوشته ها و گفته های من تو این 40 سال خونده باشی. خونده اینجور که شما صحبت میکنید، من دارم تلاش میکنم که خامنه ای وردارن منو جاش بذارم. اصلا شما این دست کم این بیانیه آخر و بیانیه قبلیش رو بخونید که ما هشدار دادیم، بعد اظهار نظر کنید. اظهار نظر شما انقدر گزنده است که من تعجب کردم، ولی چون نخوندید که ما و نشنید که ما چه گفتیم تو این سالها و چه نوشتیم، به ویژه این دوتا بیانیه که الان بشم، و شما رفتید یه زاویه دیگه. فرض کردم که اون بیانیه رو خوندید، چون ایشون گفتن که راجع به بیانیت میخوایم صحبت کنیم، ولی بیانیه رو نخوندیم. بیانیه پیشینش هم که ما هشدار دادیم، اجازه بدید پیشینش هم اونم نخوندید، نمیدونید موضوع ما چیه. اون صحبتی که ما با کیهان کردیم، کیهان لندن کردیم که به این دلیل جمهوری اسلامی در حال فروپاشی، رو نخوندید. اون بیانیه که ما دادیم به جمهوری اسلامی که پیش از این که جنایت بیشتر بکنی، آدم بیشتر بکشی، بیا به طور مسالمت‌آمیز انتقال قدرت بده، وگرنه مردم میرزن حتی تو خونه هاتون شما رو از بین میبرن و امثاله. شما به اینجا رسیدید که ما آمدیم شرایط کنونی و شرایط روز و ما داریم به اسرائیل میگیم آه این دست بردار از این کارا، چونه دارن فروپاشی میکنن، بذار فروپاشی کنن. بهانه بهشون نده که بگن آقا اسرائیل فلان میکنه، ما رو سرکوب کنن، ما رو زندانی کنن یا ما رو بکشن. یه ذره دست نگردار، اینا دارن فروپاشی میکنن. ما اینو داریم میگیم. این چه ارتباطی داره به اینکه با آمریکا و دیموجسر؟ اتفاقا شما چیز آخرشو بخونید، پاراگراف آخرشو بخونید، میگه که ما با همه همسایه‌هامون می‌خوایم دوست باشیم، با آمریکا، اسرائیل، با همه می‌خوایم دوست باشیم، فقط اول اینا باید فروپاشی کنن بدون خونریزی، ولی بقیده من خونریزی زیادی خواهد شد. بله ما همچنین آماده محکوم کردن هستید بدون اینکه بگید آقا چرا این حرف زدی. بله اجازه بدین مهندس زعیم، من از در ابتدا گفتم که این بیان شما شامل 3 قسمت میشه. قسمت اول همون که اسرائیل باید دست از تهدید برداره. قسمت دوم اشاره کردین راجع به گروگانگیری سفارت آمریکا و مطالبی راجع به این، و در پایانم اشاره کردین که دوستی با همه همسایه ها. ولی من در اون من شخصا مشکلم با اون تیتر اول بود که اسرائیل باید دست از تهدید بردارد. من دارم میگم که زمان خمینی گفتش که راه قدس از طریق کربلا است، یعنی خمینی در حقیقت آتش رو از همونجا روشن کرد، یعنی این که و بعد ادامه داد ما الان عراق گفتن، اینا گفتن که ما 6 تا کشور در اختیارمون داریم، منظورشون عراق و لبنان و سوریه و عرشبت که یمن و جاهای دیگر رو در نظر داشتن که ما داریم. و بعد از قرارداد برجام که امضا شد، روز بعدش موشکی رو آماده کردن با روی عبری و انگلیسی و فارسی روش نوشتن برای مرگ بر اسرائیل. ساعت گاه شمار گذاشتن، دقیقه شمار، ثانیه شمار برای 25 سال نابودی جمهوری، برای نابودی اسرائیل. و کمک هایی که ما همه میدونن دیگه، نباید اضافه
راجبش اضافه صحبت کرد. تمام اینا، یا اینکه مثلا آقای سلامی میاد میگه که ما کرک و پشم شما رو مثلا میریزیم و از این شعارهای دیگه. بعد همین چند روز گذشته قایق‌های تندرو برای مزاحمت ارشبت که کشتی‌های نفتی و غیره که درست میکردن، این صبح این کارهایی که اینا میکنن، کارهای ایزایی که میکنن، من فکر میکنم منظور خانم حسینی در این مورد باشه که ما مشکل رو به اسرائیل منتقل میکنیم در حالی که مشکل در همین جلوی چشم ماست. و بعد راجع به حمله ای که امکان داره، که من اینو بارها گفتم و هیچ ابایی هم ندارم تکرار بکنم، من صحبتم این است که مردم ایران نمیتونن از عهده جمهوری اسلامی بر بیان و ما نمونهش رو در سوریه دیدیم. سوریه طبق آماری که جمهوری سازمان ملل داره، حق نصف نیم میلیون 500 هزار نفر کشته دادن و خود سوریه تقریبا مثل که زلزله 12 ریشتر اومده، همه چیز از بین رفته. بنابراین جمهوری اسلامی تا اون چیزی که ما از خامنه ای دیدیم، من فکر نمی کنم که بدون کمک خارجی این جمهوری اسلامی از پا بیفته. به علاوه هیچ آدمی، هیچ فردی در هیچ ملیتی هیچ وقت نمی خواد که کشورش مورد حمله قرار بگیره، ولی اگر سرجیکال حمله بشه، یعنی به صورت جراحی حمله بشه، که به قول آقای بنت سر این اختاپوس رو بخوام بزنن، به گفته من سر ما رو باید بزنن، دست و پای این اختاپوس رو تا حالا زدن و باز هم خواهم زد. بنابراین من شخصا فکر میکنم بالاتر از دشمنی بالاتر از جمهوری اسلامی وجود نداره. من فکر نمی کنم که اسرائیل دشمن ماست، آمریکا دشمن ماست، یا هیچ کسی دیگه دشمن ماست. ما کشور صلح‌جویی هستیم، ما با همه خواهیم ساخت، همینطوری که در تاریخ ما نشون میده. بنابراین ما یک دشمن خونخاری رو در آستین خودمون پرورش دادیم و این دشمن خونخار به هیچ وجه از خونه ما خارج نخواهد شد، مگر با زور. گفتن که چقدر باید زور داشته باشی، گفت اینقدر باید زور داشته باشی که ما بعدشون بترسیم. حالا من از این موضوع بخواستم این موضوع رو مطرح بکنم که ترکیه الان 70% تورم داره. من فکر نمی کنم در شرایطی که باشه که بخواد چشمی به ایران داشته باشه، یا البته یه مدار به خاطر آقای الهام علیف از جمهوری آذربایجان ممکنه که بخواد یه مدار استفاده هایی بکنه به نفع خودش، ولی من فکر نمی کنم اونا مسئله برای ما داشته باشن. مهندس، یا اگر شما میخواییم راجع به مطلبی که من گفتم چیزی رو اضافه بکنین، خواهش میکنم بفرمایید. من همین سوالم از خانم حسینی خواهم داشت که اگه بخوان مطالب دیگه ای رو اضافه بکنه. بله، ببینید، من اون جمله‌ای که الان شما نقل قول کردید از بیانیه ما، فکر می‌کنم باید همه رو دید. ما همینجور که شما آغاز کردید که شعر بدید، ما گفتیم جمهوری اسلامی فقط با وجود بحران زنده میمونه. اگه بحران نباشه زنده نمیمونه و فروپاشی میکنه. اون بحران‌ها رو هم نام بردیم، مثل سفارت آمریکا و نمیدونم برای دیگه بحرانایی که دائم به وجود آوردن. حالا بحران بهانه‌شون اسرائیله و همون که صحبت کاریای کردن دیگه من نخواهم تکرار بکنم. ما گفتیم چون الان تحلیل ما اینه، ببین ما حدس نمیزنیم، بگه آقا شما حدس دونه، این حدس منه، شما تمام تحلیلای سیاسی ما رو که درش پیشبینی بوده از 42 سال پیش، شما تا اینجا یکیشو نشون، شاید مثلا 20 تا بوده، یکیشو به من بگید که خطا رفته اتفاق نیفتاده. شما مطالعه میکنیم، ما مرکز اندیشه داریم، مطالعه بسیار گسترده میکنیم، همینجوری شکمی حرف نمیزنیم. ما از موقعی که فروپاشی شوروی رو بین 10 تا 12 سال دیگه
تو تحلیلامون که تو روزنامه چاپ شدن پیش بینی کردیم، خود کاگبه و CIA گزارش داده بودن اینا تا آخر میلنیوم خواهند بود. ما گفتیم 10-12 سال دیگه خواهند رفت، سر 11 سال رفتن. و چیز دیگه، ترکیه رو ما روزنامه خونه حدود 30 سال پیش، حکومتشون نظامی بود زمان چیز یادم رفت اسمش، ما گفتیم که به خطاب به دولت ترکیه گفتیم شما حرف مردم رو بشنوید وگرنه بیش از 1 سال دوام نخواهید آورد. 1 سال بعد از راه افتادن. اینا اهل مطالعه است، ما که چیز چشمندی نداریم که. الان هم داریم میگیم آقا اینها بدونه به جایی رسیدن که دیگه کشتن مردم و زندان کردن خلاصشون نمیکنه. الان به جایی رسیدن که باید بحران داشته باشن که یک روز دیگه سر پا بمونن. تنها بحرانی که الان به وجود میاره این چیزای اسرائیله. ما با اسرائیل دشمنی نداریم، اتفاقا روابط اقتصادی و تکنولوژی و چیز ما با اسرائیل خیلی به سود ما خواهد بود. ما میگیم شما بحران به وجود نیارید، بذارید اینا دارن میمیرن، بذارید برن. در ضمن ما به خودشون هم داریم تأکید میکنیم و میخواییم باور کنن که ما رو باور کنید که شما در حال رفتن هستید. اگه به مردم شلیک کنید اونا هم برمیگردن به شما شلیک میکنن. سربازا میان بیرون لباسشون رو در میارن، اسلحهشون رو به شما میگیرن. نیروی انتظامی هست. 2 پیام دادیم به نیروی انتظامی که آقا شما اگر به یک شهروند بیدفاع غیر مسلح شلیک کنید شما جنایتکار جنگی تلقی خواهید شد. بله. ما ازتون شکایت خواهیم کرد. دیدید که تو 2 استان لباسشون رو در آوردن. همون فرمانده نیروی انتظامی خوزستان مجبور شد فرار کنه، از ایران بره انگلستان. بنابراین الان ریزش هم آغاز شده. ما میخواییم طوری بشه که فقط اینها روبرو بشن با مردم و نظامیانی که ریزش میکنن به سوی مردم. این بله. سیستمی که ما میبینیم و رخ خواهد داد. میخواییم با کمترین خونریزی رخ بده. بله. بنابراین میگیم بهانه بهشون ندید، بهانه به این موجودات ندید که برای موندن نیاز به این بهانه ها دارن. بله. نمیدونم چقدر وقت تلف شده داشتیم این وسط که قطع شدیم، اگر که مهندس فرزاد اضافه بکنن میتونیم دقیقاً زمانی که باقی مونده به این قسمت اضافه بکنیم. ولی برگردم به شما خانم حسینی، اگر مطلبی دارین اضافه بکنین، وگرنه من میخواستم راجع به این بیانیه یا سخنرانی شاهزاده که اخیراً داشتن از شما نظرخواهی بکنم و نظر شما رو راجع به گفتار ایشون و یک مقدار عرشبت که مقابله‌ای که الان شروع شده، بعضی ها طرفدار و بعضی ها مخالف، اگر ممکنه در مورد صحبت بکنید. و همین سوال هم از مهندس زعیم دارم. خواهش میکنم بفرمایید. مرسی. اگر اجازه بدید من فقط خیلی کوتاه اشاره بکنم به صحبت های مهندس زعیم. من مطمئنم که هممون میدونیم که 2 عامل باعث میشه که یک حکومت فروپاشی بکنه و از بین بره. یک عامل اصلیش مردم داخل هستن و عامل دوم تأثیراتی که جامعه بین‌المللی میتونن داشته باشن. در نتیجه اینکه شما میگید 43 سال هست مرتب نظرات و پیش‌بینی‌هایی که کردید درست از آب در اومده، چه دستاوردهایی برای مردم ما داشته آقای زعیم؟ فوقش هم شما گفتید که فروپاشی میکنه، خیلی های دیگه هم این حرف رو زدن، ولی برای اینکه این فروپاشی صورت بگیره واقعا چه تأثیری شما تونستید در بین مردم داشته باشید؟ مسئله من اینجا هستش. و نکته دیگه که میخواستم بگم در مورد نقشی که کشورهای دیگه میتونن داشته باشن، اولا به نظر من این که شما میگید که فروپاشی میکنه پس شما دست نگه دارید این خودش داره میره، هیچ موقع این اتفاق نخواهد افتاد.
به نظر من نیاز هست به این که مردم ایران کمک بشن، نیاز هست افرادی مثل شماها که در اونجا هستید و بسیار کسایی دیگه فعالتر در رابطه با جمهوری اسلامی برخورد بکنن. و یا اینکه حالا صحبت خواهم کرد در مورد اپوزیسیون خارج از کشور، ما واقعا اپوزیسیون غیر از حرف زدن به اون شکل کار جدی برای مردم ایران نکردیم، بنابراین نسبت به اونها هم نباید طلبکار باشیم. خب کشورهای منطقه یا کشورهای بزرگتر، حالا شما هرچی اسمشو بذارید، هیچ کدومشون نمیخوان در ایران جنگ بشه. جنگ در ایران به این سادگی ها نیست، خیلی عوارض بعدی خواهد داشت، در نتیجه به شکلهای دیگه ای دارن برخورد میکنن با این مسئله. و فروپاشی جمهوری اسلامی چقدر طول بکشه رو نمیدونم، برای اینکه اینقدر مسائلی که در اینجا وجود داره و حل نشده است، نمیشه دقیق گفت کی فروپاشی میکنه. بله فروپاشی میکنه، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، ما 40 سال داریم این حرف رو میزنیم. برابر این رو اگر بذارم برگردم به اون بیانیه که شما فرمودید آقای افشینجان، در این موقع بیانیه آقای رضا پهلوی فکر میکنم که هم تأثیرات مثبت زیادی داشت و هم خب اعتراضات زیادی رو به وجود آورد، و این هم باز ناشی از یک مسئله مهم است و اون این هستش که ما ایرانیان نمیدونم کی میخواهیم به این نتیجه برسیم که دشمن اصلی ما جمهوری اسلامیه. ما دشمن دیگه، دشمن اصلی دیگه غیر از جمهوری اسلامی نداریم، و من فکر میکنم که اختلافی که وجود داره بر سر این موضوع هست. حالا در این بیانیه خب مگر آقای رضا پهلوی چی گفتن؟ من به عنوان یک جمهوری خواه دارم صحبت میکنم. آقای پهلوی گفتن که همبستگی ملی با هم داشته باشیم، همبستگی ملی برای گذار از جمهوری اسلامی. 6 تا دونه راهکار دادن، 6 تا دونه راهکار خیلی خوب دادن، و در ادامهش هم گفتن که ایشون هیچ ادعایی برای یک رهبر سیاسی نداره. حالا چرا گروه‌های دیگه مخالفت کردن؟ به نظر من چند تا نکته یادداشت کردم از بیانیه ایشون. گفتم که اگر رضا پهلوی سر کار بیاد مستبد میشه، چون گذشتش هم پدرش و پدر بزرگش آدمای مستبدی بودن، ولی خب دیگه باز نمی کنن در چه شرایطی چگونه و چه عواملی باعث میشه که یک رهبر مستبد بشه. من همیشه این حرف رو میزنم، وقت کسی که مستبد میشه باید به اطرافیانش هم نگاه کرد، اون اطرافیان نقش دارن، نمیشه نقش اونا رو نادیده گرفت. خب سوال من اینجاستش که اگر آقای رضا پهلوی به طور مثال بخواد بیاد رهبر سیاسی بشه، آیا یک رئیس جمهورم بیاد نمیتونه مستبد باشه؟ ما آقای اردوغان رو در ترکیه میبینیم و بسیاری از رئیس جمهورهای دیگه. آقای پوتین مگر رئیس جمهور نیست؟ اینا مستبد نیستن؟ بنابراین این دلیلشون که میگن اگر پادشاهی باشه استبداد به وجود میاره، به نظر من اگر جمهوری هم باشه میتونه استبداد به وجود بیاره. این یک دلیلی که مورد اختلاف کسانی که طرفدار اتحاد جمهوری خواهان یا ملیون یا چپا هستش. اگر در قانون اون وظایف و اختیارات یک شاه یا یک رئیس جمهور مشخص باشه و قانون اصل باشه در اون کشور، استبداد رو جلوش میگیره. ولی اگر این نباشه، بله به طور قطعی یک رئیس جمهور یا یک پادشاه میتونه مستبد باشه. اگه جنبندی بکنی خانم حسینی خیلی خوبه. وقتی دلیل دوم، بله دلیل دومی هم که گفتن، میگن خیلی خوب پادشاهی در اروپا جواب داده، در ایران جواب نمیده، و بدون اینکه این مسئله رو واقعا بشکافن ایراد میگیرن به اینکه خب به هر حال پادشاهی استبداد به وجود میاره، ولی به برنامه توجه نمی کنن. در کشورهای اروپایی برنامه هست و قانون کنترل کرده، نظارت داره بر وظایفی که یک پادشاه داره. در نتیجه این هم نمیتونه دلیل درستی باشه برای اینکه این بیانیه رو رد بکنن. من اگر صحبتمو جمع بندی بکنم،
در این بیانیه از همبستگی ملی صحبت میکنه. میگه که ما در مقابل دشمن اصلیمون جمهوری اسلامی هست، چپ، راست، ملی و هر نیرویی که دموکرات هست، هر نیرویی که ضد جمهوری اسلامی هست، با هم دست متحد بشیم تا بتونیم از این رژیم گذر بکنیم. و خب بعد از اونم دیگه مسئله دیگه هست که فکر میکنم الان دیگه اینجا وقت نیست بتونم توضیح بدم. خیلی ممنون که فرصت رو دادیم برای مهندس زعیم. مهندس، سه دقیقه فرصت همش مال شماست. سه دقیقه هم زیاده، زمان زیاد صحبت کرد. ولی این بحث آقای رضا پهلوی رو ما از اواسط دهه 80 داشتیم که ایشون توی صدای آمریکا گفته بود که تو مصاحبه گفته بود که من سوگند خوردم به قانون اساسی که ولیعهد هستم و وفادار هستم که جای پدرم بنشینم. بعد مصاحبه که هفته بعدش با من کردم اونجا، من خب جمهوری خواهم، من مشکلات پدر بزرگ و پدر ایشون اونجا برشمردم که نیمه اولش خوب بود، نیمه دومش خشونت و همه کسایی که کشور رو ساخته بودن برای رضا شاه، ایشون یا کشت یا زندانی کرد یا فراری داد. بنابراین و آخرش هم انگلستان اومد گرفتش، انداختش توی کشتی کوچیک ماهیگیری و فرستادش توی جزیره موریس، میخواست بره یک جای دیگه. بنابراین این تو خون استبداده. پسرش هم همینطور، محمد رضا. ایشون هم اولش مردم خیلی دوستش داشتن، از جنگ دوم به بعد دوستش داشتن. وقتی اون کودتا رخ داد، ایشون تمام سازمان‌های سیاسی حزب رو تعطیل کرد، دو تا قانون اساسی رو عوض کرد. قانون حسینی میگن طبق قانون اساسی محدوده، قانون اساسی رو به نفع خودش عوض کرد، اختیارات زیادی به خودش داد، وزارت دفاع رو زیر نظر خودش گرفت، در صورتی که یه وزیر باید زیر نظر نخست وزیر باشه، مجلس رو دوتا کرد که مثل آمریکا باشه، بعد دید یکیشون راه نمیاد، اونم تعطیل کرد، یک مجلس گفت هر کس نمیخواد عضو این رساخیز بشه، گزنه‌هاشو بگیره بره. ببینید ذات دیکتاتوری و خودکامگی در مناسبی که مردم رأی نداده باشن همیشه هست. وقتی مردم رأی دادن، وقتی اون کسی که این شغل رو داره بدونه که 4 سال دیگه دوباره باید بهش رأی بدن، آدم میشه و جنبه های خوب خودشو نشون به مردم میده که بتونه یه بار دیگه انتخاب بشه. ولی یکی که عمری پادشاه شده یا عمری رئیس جمهور شده که توی منطقه ما خیلی چیز رواج داره، این قانون هم به نفع خودش عوض میکنه. تو انگلستان که اینجور دموکراتیک شده، یه پادشاه گردن زدن و بسیاری آسیب دیدن و هزینه دادن تا بالاخره مجلساشون به راه افتاد و پادشاه دیگه قبول کرد که ساکت بمونه و دخالت در سیاست نکنه. وقت ما نمیتونیم 400 سال طول ما نمیتونیم 400 سال صبر کنیم. ما بعد از حالا دموکراسی رو برقرار کنیم. بله مهندس، خیلی ممنون از نکاتتون. البته این بحث بسیار طولانی هست و مطالبی که شما میگیم برای دیکتاتور سازی درست میفرمایید، ولی رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی گفته که نمیخواد این وارد این گود بشه و ما میبینیم در حقیقت اینوالو نشدنشون، یعنی وارد نشدن، وارد گود نشدنشون ما کاملا میدونیم. ولی بنابراین من شخصا فکر نمیکنم رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی مثل پدر بزرگش بخواد بشه یا پدرش بشه، که اصلا زمانه اینطور نیست. اصلا ایشون در بیانیه آخرش میگه حکومت فردی اصلا مطرح نیست دیگه و واقعا هم همینطوره. در هر صورت ببخشید من یک اینترجکشن کردم، یک دخالت کردم در اینجا، ولی
این تاریخ داره آقای افشین، این تاریخ داره. یعنی اولش اینجوری نبود، من 20 ساله که این رد و بدل و غیر مستقیم دارم. اصلا اینها حرفایی بود که ما میزدیم و هر بار ایشون خوشبختانه عقب نشینی میکرد. نه آدم خوبیه، آدم به حال میهن دوسته و میتونه. من ما دفعه پیش همین اخیراً که این سخنرانی رو کرد، از من پرسیدن یکی از تلویزیونا، گفتم ایشون به ما میگه این کارو بکنین، این کار ما خودمون بلدیم، این کارو باید بکنیم، اگه میشد میکردیم. ایشون هم باید یه حزب تشکیل بده و اون حزبش رو باید از طریق حزبش مبارزه کنه، نه اینکه بگی شما جمع بشید با هم اتحاد کنید بد با هم این کارو کنین. همه میدونن چیزی که مامانم هم میونه به من گفت. بسیار خوب، عرشت که اینم یک موضوع هست که به عنوان خیلی ها هم این موضوع رو پیشنهاد کردن که حزب تشکیل بدن، ولی ایشون نمیخواد وارد این گود بشه. و من میخواستم خانم حسینی از شما تشکر بکنم، سپاسگزاری بکنم. مهندس زعیم خیلی سپاسگزارم، در وقت دیری که در ایران هست شما همیشه این فرصت به من دادین که در این برنامه ها شرکت بکنی، از شما بسیار سپاسگزارم. همینطور خانم حسینی، امیدوارم که به زودی باز هم راجع به این موضوع، چون این موضوع ادامه خواهد داشت، این پایانش نیست، امیدوارم که این اجازه رو بدین که دو مرتبه در خدمتون باشیم و این برنامه رو با شکلهای مختلف خودش بکنیم. خوشحالم که با خانم حسینی هم آشنا شدیم و انشالله چند برگ از کار ما رو بخونم که بحثامون یه ذره چیز تر باشه. عمل نشون دهنده هر چیزی هست و بیانی نمیتونه برای من خیلی جذاب باشه. عمل افراد و احزاب رو میبینم. بله بسیار خوب، اجازه بدین که برای یک فرصت دیگه در خدمتون باشیم. روز شبتون بخیر، باز هم سپاسگزارم از شرکتتون. زیباترین من ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو هم.